داستان دانلود شدن خودکار آپدیت های ویندوز 10 میتونه گروه های مختلفی از کاربر رو اذیت کنه. مثلا شما گیمرید و میخواید یه پینگ درست حسابی موقع بازی کردن داشته باشید. اما یهو ویندوز شروع میکنه به دانلود کردن آپدیت و همه چیز به هم میریزه. این مسئله در مورد زمانی که میخواید یه فایل رو دانلود کنید یا فیلمی چیز رو استریم کنید هم صدق میکنه. راه های مختلفی برای بستن ویندوز آپدیت وجود داره و امروز میخوام 3 تاش رو بهتون آموزش بدم. پس با هم همراه باشید. اولین کاری که میتونید انجام بدید اینه که بیاید توی تنظیمات وایفایتون و بعد برید توی قسمت پراپرتیز. توی این قسمت کافیه که اسکرول کنید به سمت پایین و گزینه ست از متر کانکشن رو بذارید روی آن یا در واقع فعالش کنید. اینطوری کامپیوتر شما وایفایی که بهش وصل هستید رو به عنوان هات اسپات موبایل در نظر میگیره و دیگه شروع نمیکنه به در واقع اتوماتیک دانلود کردن آپدیت ها، چون که فکر میکنه که الان برای شما هزینه داره. در نتیجه روشن کردنش میتونه یه قدم باشه برای متوقف کردن خودکار آپدیت ها. توی قدم بعدی میتونید وارد تنظیمات شید یا توی گزینه آپدیت اند سکیوریتی. اینجا چند تا گزینه هست که میتونید ازش استفاده کنید. اولین گزینه پاز آپدیت فور 7 دیز که میاد و تمامی آپدیت های کامپیوتر شما رو برای 7 روز متوقف میکنه. گزینه بعدی چنج اکتیو آورز که شما میتونید توش بازه زمانی رو انتخاب کنید. مثلا من گذاشتم 3 صبح تا 8 صبح که اصلا از کامپیوترم استفاده نمیکنم و کاملا خاموشه. شما به کامپیوترتون یا در واقع ویندوزتون میگی توی این بازه زمانی فقط آپدیت ها رو دانلود کنه، که خب ازش استفاده نمیکنید، پس در واقع فرصت نمیکنه که اصلا بتونه دانلودشون کنه. گزینه بعدی توی قسمت ادوانس آپشنز قرار گرفته. کافیه که وارد شید و بیاید توی قسمت پاز آپدیت. اینجا میتونید یه تاریخ انتخاب کنید که تا اون زمان ویندوزتون دیگه خودکار دانلود نکنه هیچ آپدیتی رو. میتونید بذاریدش توی دورترین در واقع زمان ممکن و بعد همینطوری نگهش دارید. منتها چند تا گزینه اون بالا هست که بهتره بهشون توجه کنید که حتما خاموش باشن. اولیش در واقع گزینه‌ای هست که بهتون پیشنهاد میکنه برای بقیه محصولات مایکروسافت هم آپدیت رو دریافت کنید که بذاریدش آف بمونه. گزینه بعدی در واقع دانلود کردن آپدیت ها حتی با وجود متر کانکشن بودن وایفای شماست، همون که اول ویدیو توضیح دادم فعالش کنید، که خب این رو حتما بذارید آف باشه. و در نهایت گزینه بعدی مربوط میشه به ریستارت کردن کامپیوترتون زمانی که یه آپدیت آماده است که نصب بشه، و خب این گزینه رو هم آف یا خاموشش کنید که دیگه براتون دردسر یا اذیتی ایجاد نشه. برای گزینه بعدی کاری که میتونید انجام بدید اینه که بیاید توی قسمت سرچ ویندوز عبارت ران رو تایپ کنید، یا اینکه بیاید از شورت کاتش استفاده کنید، یعنی دکمه ویندوز کی و آر رو بگیرید و بعد میبینید که این منوی کوچیک به شما نمایش داده میشه. حالا توی این قسمت تایپ کنید services.msc و بعد اوکی رو بزنید. توی منویی که بهتون نمایش داده میشه کافیه که اسکرول کنید به سمت پایین تا برسید به گزینه‌ای که هستش ویندوز آپدیت. به صورت عادی باید ببینید که این رانینگ و روی منوال قرار گرفته. حالا روش دابل کلیک یا دوبار کلیک کنید تا این منوی کوچیک باز شه. توی این قسمت بیاید و استارتاپ تایپ رو از روی منوال بردارید و کاملا دیسیبلش کنید. بعد توی قسمت پایین اگر دقت کنید می‌بینید که سرویس استاتیو رانینگ. ما می‌خوایم که متوقف شه. در نتیجه روی استاپ کلیک کنید. و حالا بستگی داره، ممکنه که در واقع آپدیت های شما در حال دانلود و نصب شده باشه، برای همین بار اول استاپ نشه، در واقع قطع شه اون پروسه و دوباره گزینه استاپ برای شما روشن شه. باز هم روش کلیک کنید، دیگه دفعه دوم کامل پر میشه این پروگرس یا همون نواری که دیدید و سرویس استاتیو برای شما استاپت میشه. حالا روی اپلای کلیک کنید و بعد اوکی رو بزنید. فقط یه مشکلی وجود داره، اینکه خود ویندوزتون ممکنه به صورت اتوماتیک بیاد و این گزینه رو دوباره اینیبل یا فعالش کنه. در نتیجه هر دو سه روز یک بار این در واقع مسیر رو طی کنید و ببینید که یه وقت دوباره رانینگ و منوال نباشه. آخرین گزینه‌ای که میریم سراغش اینه که بیاید توی قسمت سرچ ویندوزتون عبارت gpedit.msc رو تایپ کنید. حالا اینتر بزنید تا این منو به شما نمایش داده شه. از اینجا به بعد مسیری که بهتون میگم رو دنبال کنید. روی گزینه کامپیوتر کانفیگریشن کلیک کنید. بعد ادمنستراتیو تمپلیت. بعد روی گزینه ویندوز کامپوننتس کلیک کنید. در نهایت کافیه که اسکرول کنید به سمت پایین تا برسید به گزینه ویندوز آپدیت. توی این قسمت کاری که باید انجام بدید اینه که بیاید و وارد قسمت کانفیگر اتوماتیک آپدیت شید. این منو به شما نمایش داده میشه که در واقع به صورت پیش‌فرض گزینه نات کانفیگرد انتخاب شده. کافیه که بیاید برای گزینه دیسیبل کلیک کنید و بعد اپلای و در نهایت اوکی. خب این کاملا دیسیبل میشه و حالا هر زمانی که خواستید ویندوزتون رو آپدیت کنید کافیه که این مسیر رو طی کنید و همین گزینه رو برگردونید روی در واقع همون چیزی که از اول بود، همون نات کانفیگردی که بهتون نشونش دادم، و بعد دوباره اپلای و اوکی رو بزنید، ویندوزتون رو آپدیت کنید و دوباره دیسیبلش کنید. خب اینم از 3 تا روش کاربردی برای بستن آپدیت ویندوز 10. اگر افرادی رو میشناسید که با ویندوز 10 درگیرن و راه حل مناسبی برای راحت شدن از شر این آپدیت ها ندارن، حتما ویدیو رو براشون بفرستید. اگرم ویدیو رو از یوتیوب تماشا میکنید که لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و یه کامنت برامون بذارید تا یوتیوب شما رو به عنوان ربات در نظر نگیره.